معرفی 900 وزیر پیشنهادی جدید به مجلس. برای وزارتخانه‌های باقی مانده هم فوراً اقدام میشه و نامزد وزیران جدید معرفی میشه. تأکید رئیس جمهور غنی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی. کمیسیون انتخابات با همی رئیس معاون با همی کمیشنرها که جزی از مشکل و جزی از بدنامگی انتخابات و آرای مردم هستند هرگز اصلاحات تحقق پیدا نمی‌کند. و سفر باراک اوباما به عربستان سعودی. سلام با شبتان بخیر. با سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه هفتم جلو سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 27 جنوری 2015 میلادی. مشروع خبرها و من بهشت رحمانی هستم. نامزد وزرای داخله و خارجه بعد از ترک تابعیت دوگانه‌شان به مجلس نمایندگان حضور یافتند و برنامه‌های کاریشان را ارائه کردند. همزمان با این ریاست جمهوری افغانستان نیز دو نامزد وزیر جدید را برای وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و عدلیه معرفی کرد. عبدالعزیز کریمی گزارش می‌دهد. مجلس نمایندگان افغانستان با رأی اکثریت برای صلاح‌الدین ربانی نامزد وزارت خارجه و نورالحق علومی نامزد وزارت داخله وقت داد تا برنامه‌هایشان را برای مجلس نمایندگان معرفی کنند. صلاح‌الدین ربانی تابعیت انگلستان و نورالحق علومی تابعیت هلند را داشت که هر دو نامزد با ارائه اسناد از تابعیت دوگانه‌شان انصراف کردند. با این حال نامزد وزارت امور خارجه بازنگری در سیاست خارجی افغانستان را از اولویت‌های کاریش دانست. پیگیری منافع و اهداف امنیت ملی کشور در نظام بین الملل با تأکید بر تقویت اجماع منطقه‌ای و جهان اسلام در راستای مبارزه با تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر به هدف تأمین صلح و امنیت پایدار. همزمان با این وزارت داخله ریشه ناامنی در افغانستان را در دو بخش به بررسی می‌گیرد، بود داخلی و خارجی، و می‌گوید افغانستان بیشتر از بود خارجیان متضرر شده است. در بیبود وضع امنیتی آمدن ثبات و صلح از این دخل هستند و همچنان در برهم زدنش، خاصتا امسایای ما چون پاکستان که هنوز هم لانای تروریسم در بینشان است، دهشت افغانی را کمک میکنه، تربیت میکنه، گسیل میکنه که جان بیگناه مردم افغانستان میگیره. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان نامزد وزرای جدید را برای دو وزارت معرفی کرد. عبدالباری جهانی به حیث نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ و نجیب آقا فهیم به حیث نامزد وزارت عدلیه. کابینه وحدت ملی و مربوط به همه مردم افغانستان است و از این رو انتظار و تقاضای ما از شما همین است که به نامزدانی که قبلا معرفی شدند و یا امروز معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید. پیش از این حکومت آقای سلطان خیری را با عنوان نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و احمد سیار مهجور را به حیث نامزد وزیر عدلیه معرفی کرده بود، اما آنان به خاطر داشتن تابعیت دوگانه از سوی مجلس رد شدند. مجلس نمایندگان به نامزد وزیرانی که برنامه‌های کاریشان را ارائه کرده اند فردا صندوق رأی خواهد گذاشت. رؤسای کمیسیون‌های امور بین المللی و تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب می‌گویند مجلس فردا به این نامزد وزیران صندوق می‌گذارد. از سوی هم مسئولان حکومت می‌گویند به جای نامزد وزیرانی که از سوی مجلس بعد دلیل داشتن تابعیت دومی رد شدند، به زودی افراد جدید معرفی می‌شود. حمید صدیقی با شرح بیشتر. تا کنون 21 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی شدند. هرچند نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ بعد لیک روز سه‌شنبه معرفی شدند و نامزد وزیر امور زنان که گفته می شود اسناد تحصیلیش تا کنون طی مراحل نشده است، برنامه خود را به مجلس ارائه نکردند، اما مجلس تصمیم دارد تا روز چهارشنبه به 18 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی که برنامه کاری خود را به مجلس نمایندگان ارائه کردند صندوق رأی بگذارد. پروگرام خامی رقم است که فردا صندوق میمانند. اگر در ابتدای روز نشد، چون یک تن از کاندید وزیرا هنوز اسناد از اونا مکمل نشده، یک ادای بین کاندید وزیر و بین کمیسیون است،
اگر او حل شد باز میشه در صبح فردا برنامه خود تشریح کنه، بعد از او صندوق مانده شد بر تمام از اونا. اما تا کنون نامزد وزیران وزارت مبارزه با مواد مخدر، امور شهری، کار امور اجتماعی و نامزد ریاست بانک مرکزی که به دلیل دو تابعیت بودن از سوی مجلس پذیرفته نشدند و نامزد وزارت زراعت که مشکل حقوقی با کشور استونیا داشت، افراد جدید جایگزین نشده است. با این حال، ریاست اجرایی کشور میگوید به زودی و پیش از تعطیلی‌های زمستانی مجلس، نامزد وزیران جدید به جای این اشخاص معرفی خواهند شد. برای وزارتخانه‌های باقی مانده هم فوراً اقدام میشه و نامزد وزیران جدید معرفی میشه و به هیچ وجه کار تکمیل شدن کابینه حکومت وحدت ملی با تأخیر مواجه نمیشه و قبل از رفتن پارلمان به رخصتی‌های زمستانی این مسئله جمع میشه. همچنان اعضای مجلس نمایندگان تاکید میکنند که اگر حکومت وزیران باقی مانده را تا اخیر همین هفته معرفی نکند، آنان به رخصتی‌های زمستانی میروند. بستگی به این داره که حکومت در چه زمان میتونه اونا را معرفی بکنه. اگر به زودی بتونه در آخرای این هفته اونا را معرفی بکنه، امکان داره اونا شامل پروسه رأی‌گیری و ارائه برنامه شه. در غیر از اون ممکن است اونا بمانه بعد از تعطیلات. با این همه دیده شود که آیا نامزد وزیرانی که برنامه‌هایشان را به مجلس ارائه کردند موفق به اخذ رأی اعتماد نمایندگان خواهند شد. رئیس جمهور غنی بر آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی تاکید دارد. آقای غنی در دیدار با مسئولان کمیسیون انتخابات گفته است که حل شدن مشکلات انتخاباتی یک نیاز است. در همین حال شماره از آگاهان امور سیاسی میگویند که با حضور کمیشنران فعلی هیچ زمان اصلاحات رونما نخواهد شد. توجه کنید به گزارش در این مورد. پس از آن که سر و صداهایی از تأخیری انتخابات مجلس نمایندگان بلند شد و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات خواهان همکاری جدی دولت شدند، رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه با مقام‌های این اداره دیدار و گفتگو کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در خطاب به کمیشنران کمیسیون انتخابات گفته است که باید اصلاحات در نظام انتخاباتی به صورت اساسی به میان آید تا انتخابات آینده در نزد مردم باورمند باشد. آقای غنی گفت که بر استقلالیت این کمیسیون احترام دارد و چنان باید این نهاد مستقل بماند که مردم و نهادهای سیاسی انگشت انتقاد بلند نکنند. با این حال شمار از آگاهان امور سیاسی بدین باورند تا زمانی که تغییرات بنیادی در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگیرد، بحث اصلاحات مفهوم ندارد. به باور ما با همی کمیسیون انتخابات، با همی رئیس، معاون، با همی کمیشنرها که جزی از مشکل و جزی از بدنامگی انتخابات و آرای مردم هستند، هرگز اصلاحات تحقق پیدا نمی‌کنه. در وجود از اینا اصلاحات آوردن یک بار دیگر انتخابات به چالش کشیدن است. از بین بردن چالش‌های موجود، بخش دیگر از گفتگوهای رئیس جمهور غنی و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بود، اما تحلیلگران فائق آمدن بر مشکلات فعلی را یک خواب می‌دانند. بس ایست که خب ما میتونیم تذکره الکترونیکی توزیع شود تا ما بیشتر بتونیم شفافیت را تامین کنیم. حالا هر فرد میتونه چندین کارت داشته باشه، میلیون ها کارت تقلبی چاپ شده، هنوز در کمیسیون انتخابات ما یک دیتابیس که نشان بده چقدر ما کارت توزیع شده، چقدر افراد واجد شرایط رای دهی است. تغییر در نظام انتخاباتی و شفاف ساختن پروسه انتخابات از نخستین بحث‌های رهبران حکومت وحدت ملی بود. بیش از 3 ماه تشکیل این حکومت می گذرد، اما تا هنوز هیچ حرکت به سوی اصلاحات برداشته نشده است. پروژه های انکشافی هندوستان در مناطق مرزی افغانستان به دلیل ناامنی ها متوقف شدند. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید پروژه های انکشافی در ولایت هایی که هم مرز با پاکستان هستند حدود 1.5 سال می شود که کارهایشان ناتمام و خابیده باقی مانده است. وزارت اقتصاد یادآور می شود این پروژه ها بیشتر در بخش های بهداشت، آموزش، پرورش و تحصیلات عالی است. فرهناز فروتن گزارش می دهد. هندوستان یکی از حامیان بزرگ اقتصادی افغانستان که در بخش های زیربنایی افغانستان را یاری می کند. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید از 1.5 سال به این طرف روند پیشروی پروژه های هند در ولایت های مرزی از جمله خوست، پکتیکا، کنر و بدخشان از بابت مسائل امنیتی ناتمام و خابیده باقی مانده است. دیر محدود پروژه
هغه کې دایسي یادي امنیتی ملحوظات په بیناسي هغه چون سرحدي ولسوالوي کې دي او یا هم دي ساختماني شرکتونو دي تخنیکی ستونزو لامل ولاړوي چې هغه 15 اشپک محدودی پروژې دي. گفته می شود این پروژه ها حدود 1.5 سال است که هیچ کاری بالایشان صورت نگرفته است. این پروژه ها بیشتر در بخش های بهداشتی، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی هست. دی معرف او دی صحت په برخه کې یو څو محدودی پروژې لرو چې ما مخکې یادواري وکوله، هغه شاید دی یو کال یعنی حیات یو نیم کال را په دی خو دی امنیتی ملحوظات او زیاتوالی لامل کارونه یا په ټپه درېدلی وي یا نیم و نیمه جریان لري، نو زیات وخت نه کیږي، اما د هغې دپاره بیا هم اړونده وزارتونه په تلاش کې دي چې هغه تکمیل کړي. اما وزارت امور داخله میگوید این وزارت توانایی تامین امنیت این بخش ها را دارد، اما تا کنون از سوی وزارت اقتصاد درخواستی مبنی بر ناامنی در این مناطق نیامده است. نقاط مرزی ما طبعا در بعضی حالات شاهد ناامنی ها بوده، اما بازم وزارت های محترم که رسما نگرانی هایشان با وزارت امور داخله شریک ساخته، ما تلاش کردیم که از نیرویی که خاص برای تامین امنیت پروژه ها ایجاد کردیم استفاده شود. مثلا بازارها نیروی محافظت عمر ما ایجاد کردیم در سال گذشته و هدف اساسی نیروها هم تامین امنیت پروژه های اقتصادی است. هندوستان بیش از 200 پروژه اقتصادی و انکشافی در افغانستان دارد که بزرگترین برنامه هایش ساختمان جدید شورای ملی، اعمار بند برق سلما و استخراج معدن حاجی یک است. ولایت های خوست، پکتیکا، کنر از جمله ولایت هایی هستند که هم مرز با پاکستانند. پاکستان تا کنون بیش از 70% تعهداتش را برای بهبود روابط بازرگانی و ترانزیتی با افغانستان عملی نکرده است. معاون اتاق‌های تجارت و صنایع با بیان این مطلب میگوید حکومت باید گزینه دیگر را به جای پاکستان دریابد که هند میتواند جایگزین خوبی باشد. در همین حال وزارت تجارت هشدار میدهد که پس از این در برابر هر اقدام پاکستان عمل بالمثل خواهند داشت. فاد ناصری این گزارش را تهیه کرده است. یافته های اتاق های تجارت و صنایع نشان می دهد که اسلام آباد در سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان برای بهبود روابط بازرگانی و ترانزیتی متحد به عملی ساختن 25 تعهد شده بود. اما با آنکه از این سفر نزدیک به 3 ماه می گذرد، تا کنون تنها 2 مورد این وعده ها عملی شده و بیش از 70% تعهدات دیگر برای کاغذ باقی است. افغانستان باید قرارداد 3 جانبه با تاجیکستان و پاکستان و افغانستان امضا نکنند تا که هندوستان دو شریک نشه. باید هندوستان حتما دی شریک شود، به خاطر که ما باید به هند را پیدا کنیم. وزارت تجارت و صنایع نیز از پاکستان میخواهد تا تمامی تعهدات داده شده برای رئیس جمهور غنی را عملی سازد. این وزارت گوشزد میکند که پس از این در برابر هر اقدام پاکستان عمل بالمثل خواهد داشت. مخکی پاکستان باشه هم به کل مونږ به قیدات لګول، ولی مونږ د خپل مجبوریت له مخې نشو کولای چې د هغې ته امغه شنه عمل وکړو، ولی اوس مونږ په دې دغه چې د هغې زمونږ د ترانزیت لپاره زمینه سازی ونی کی او موږ ته ښه شرایط مساعد نه کی، موږ یې مغه ته مساعده وبې بنا تجارت د منځلا بنا راکړه ورکړه د منځلا اقتصادي اړیکې پیاوړي نشي. شمار از آگاهان نیز معتقدند که پاکستان هیچگاه برای بهبود روابط سیاسی و بازرگانی با افغانستان متحد نبوده و رئیس جمهور باید در برابر این کشور جدیتر عمل کند. با قاطعیتی که آقای اشرف غنی ادعا داره که من قاطعیت دارم، بازی گپاره نمانده که بسیار جدیتر و اونا به ایسی کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی صحبت کنند. در سفر رئیس جمهور کشور به اسلام آباد، توافقنامه دو جانبه میان وزرای مالیه هر دو کشور نیز برای ساده سازی روابط گمرکی و بالا بردن میزان بازرگانی به 5 میلیارد دلار تا سال 2017 به امضا رسید. رئیس جمهور غنی تاکید دارد برای به وجود آمدن همگرایی اقتصادی در آسیا، کابل اسلام آباد باید نقش قلب آسیا را بازی کنند. و خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند که در چند سال اخیر بیشتر از 1000 فابریکا در نقاط مختلف افغانستان مسدود شده است. آنان دلیل متوقف شدن کار این فابریکاها را افزایش ناامنی، نبود برق و عدم حمایت دولت از سکتور خصوصی میدانند. نعمت الله احمدی با شرح بیشتر این خبر. آزرخش حافظی رئیس روابط جهانی اتاق تجارت و صنایع میگوید بیشتر از 3000 فابریکه در ولایت‌های مختلف کشور فعالیت دارند. اما آنان میگویند که در چند سال اخیر به دلیل افزایش ناامنی و کم توجهی دولت نزدیک به 1100 فابریکه از فعالیت باز مانده است. 1000 فابریکه بالا و تا در همین حدود فابریکات در تایمی مدت زمان فابریکات صنایع افغان در اینجا بود، لایک پوشی تایر میکرد، صابون تولید میکرد و ده ها فابریکه دیگه ما 112 میلیون متر تکه تولید میکردیم. تمامی از این متوقف هست، بسته است و دولت هیچ گونه اقدام بهینه و مثبتی نکرده. همزمان با این برخی از بازرگانان در این مورد دیدگاه متفاوتی ابراز میکنند. متاسفانه به خاطر عدم حمایت دولت در این سالهای اخیر این کارخانه از تولید باز ماند. بغیر این کارخانه از تولید باز ماند و سرمایه گذاریایی که در افغانستان میخواست بعد 2014 سرمایه گذاریای جدید بکنم، متاسفانه که اینا هم به خاطر همین روند کند عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری اینا هم سرمایه گذاری در افغانستان دست خود کشیدن. افغانستان که در برق نشتون خبره دام دازده تایی دوام، دمزه که در توزیع خبره زده تایی دوام، در سرمایه فرار زده تایی دوام، اما دا چی پا امارو که خبره چی پرازو دا همار دو دقیق ایسایی لمخه باید ویسی. اما مسئولان در وزارت تجارت یافته‌های اتاق تجارت را نظریات شخصی آقای حافظی میداند. آقای آزرخش حافظی میگن که 1100 کارخانه مسدود شده. من خواهش میکنم از رسانه‌های محترم، از نهادهای مسئول که در رأس جمع‌آوری ارقام افغانستان قرار دارن، از اونا بازپرس کنن که کدام 1100 کارخانه و اسناد از او برملا شد. با این حال با آغاز کار حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی وعده داده بود که بیشتر از 30% وقتش را صرف دریافت راهکارها برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی خواهد کرد. اما با گذشت دست کم 4 ماه هنوز هم مشکلات سرمایه گذاران در گره پیچیده‌ای باقی مانده است. و اکنون هم زبیر حبیب‌زاده در استودیو هست و رویدادهای ورزشی را تقدیم می‌کنه. زبیر خوش آمدی و بفرما. سلام خدمت تمامی بیننده ها، خبرهای ورزشی را پس از وقفه کوتاه دنبال میکنیم. سپاس از همراهیتان. با سرویس خبری این ساعت از آریانا.